کارگاه اندیشه، اندیشه های بنیادین برای تغییرات بنیادین. حضور اندیشه‌وران در اتاق فکر رادیو مالی. برای تغییر نیاز به اندیشه داریم، برای اندیشه نیاز به شناخت داریم. با کدام اندیشه ها به دگرگونی های بنیادین دست یابیم؟ اندیشه در برابر کلیشه، برنامه ای از رادیو مانی با حضور صاحب نظران در بررسی جدیترین مسائل ایران و جهان. آنچه دیگران به شما نمیگویند ما به شما میگوییم. درودی دوباره به شما بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون مانی. من مانی هستم و همطور که روی تصویر میبینید ما امروز باز هم یک میزگرد داریم. پیش از این که نظر دوستان رو درباره موضوع میزگرد که کنفرانس ورشو هست بشنوید، من یک توضیح کوتاهی میدم یا یک یادآوری تاریخی و اون این که درست 40 سال پیش در دیماه 1357 که هنوز انقلاب پیروز نشده بود ولی مردم تو خیابونا بودن، سران 4 کشور آمریکا، فرانسه، انگلستان و آلمان در گوادلوپ جمع شدن و در اونجا پس از 2-3 روز مشورت به این نتیجه رسیدن که شاه باید ایران را ترک کند. جزئیاتش را حتما شما شنیدید و البته گرچه خود مردم ایران مسئولیت اصلی اون انقلاب رو به عهده داشتند، اما این کنفرانس خارج از کشور تأثیر فراوانی بر اون داشت، به ویژه اینکه هزینه های خمینی و یارانش رو، بخش عمدش رو خود این کشورها از جمله در رأس همشون آمریکا تامین کرد. لیبی هم این کار کرد و کشورهای دیگه هم این کار کرد. الان 40 سال از اون جریان گذشته، 40 سال و 2 هفته بعد از اون جریان قرار است که با پیشنهاد آمریکا در لهستان، در پایتخت لهستان ورشو، کنفرانس دیگری برگزار شود که البته علنی است و گفته می شود حدود 70 کشور در این شرکت دارند. تیتر این کنفرانس رو یکی دو بار متناسب با جریانات و تغییراتشون تغییر دادن، اما آنچه که در ظاهر تا به اکنون مانده این هست که میخواهند درباره منطقه صحبت کنن، درباره جنگ‌های نیابتی صحبت کنن، درباره جمهوری اسلامی صحبت کنن، درباره قضیه فلسطین و اسرائیل صحبت بکنن، درباره موشک‌های دور برد و میان برد و کوتاه برد ایران و اصلا برنامه موشکیش میخوان حرف بزنن، احتمالا درباره برجام باز هم حرف خواهند زد و مسائل دیگری که الان چون هنوز تحقق پیدا نکرده این کنفرانس، عملا جریان پیدا نکرده، خب خبری هم دربارش نمیشود داد، اما اینکه اتفاق خواهد افتاد در این تردیدی نیست و ما امروز میخواییم در این میزگرد سیاسی در این باره صحبت بکنیم که اصلا اهداف آشکار و پنهان این کنفرانس چیست؟ موضوع ایران چقدر محوریت و مرکزیت داره در این کنفرانس؟ و این طیف وسیع وزرای خارجه حدود 60 الی 70 کشور که یک طیف ناهمگونی هم احتمالاً هستند، چگونه میخوان در این کنفرانس به یک قطعنامه برسند؟ آیا این قطعنامه پشتوانه اجرایی خواهد داشت یا نخواهد داشت و کدوم اجرا و کدوم اقدام؟ اینا مسائلی است که میخوایم دربارش هم سخن بگوییم و هم گمانه زنی کنیم. ممکن هم هست هفته آینده در چنین ساعاتی گمانه زنی های ما غلط از آب در بیاد، اشکال نداره، ولی خب حق هر انسانی است که بگوید چه می‌بیند
و مسیر یک جریان رو به کدام سمت میبینند. در بخش دوم این میسیگر سخن ما این خواهد بود که آیا اپوزیسیونی که در خارج از کشور وجود داره در کشورهای آزاد زندگی میکنه نسبتاً دستش هم به جیبش میرود توانسته است یک یا دو یا چند نماینده از درون خودش که اعتبار وسیعی داشته باشند به اصطلاح بیش از نیمی از اپوزیسیون قبولشون داشته باشند راهی پیدا کنند در این کنفرانس و در اونجا از سوی اپوزیسیون ایران دست کم حالا اگر نمیتوانند دست مردم ایران سخن بگویند نظراتشون رو بیان بکنند آیا اقدامی کردن موفق شدن یا نشدن؟ سوای این آیا در بیرون از کنفرانس در مقابل سالن کنفرانس و در دو روزی که این کنفرانس برگزار خواهد شد آیا تجمعی تظاهراتی برپا خواهد شد یا نه از سوی چی کسانی و با چه شعارهایی و با چه پرچمهایی همه اینا به سرنوشت مردم ایران و کشور ما مربوط می شود و پیش از همه البته به سرنوشت حکومت نکبتبار جمهوری اسلامی در ایران. من آغاز میکنم با آقای جلال ایجادی استاد دانشگاه در پاریس، بعد از ایشون آقای بهمن جلدی سخن خواهند گفت که حقوقدان هستند، در کانادا زندگی میکنند و مسئولیت یکی از گروه های به نام مرکز مطالعات ایران رو دارند، و بعد آقای نصرت واحدی از کنشگران کهن کار سیاسی در ایران. من خوش آمد میگم به این میهمانان و آقای ایجادی شما لطفا آغاز کنید درباره چگونگی این کنفرانس ورشو، فرقش با کنفرانس کوادلوب و اینکه احتمالاً مسیرش به کجا خواهد رفت. بفرمایید. درود بر شما و همچنین درود بر همکاران هممون در این جلسه و همچنین درود بر همه هممیهنانمون در ایران و خارج از کشور. در ارتباط با مطلب مورد نظر شما من فکر می‌کنم که یک نکته مهم هست و این که اساساً حس من بر این هستش که در ارتباط با سیاست دوران ترامپ ما باید توجه داشته باشیم که نگاه او، سیاست او و بینش او نسبت اساساً به مسئله نظم جهانی، این نظم جهانی موجود و سنتی که تا به حال به وجود عمل کرده رو در حال به هم ریختن هستش. یعنی تمام سیاستهاش در ارتباط با اروپا، در ارتباط با خاورمیانه و سایر مناطق جهان، حس من این هستش که ما امروز در یک مسیری قرار گرفتیم که چه بسا سیاست آقای ترامپ در جستجوی جدا کردن خودش از این سیاست نظم جهانی لیبرالی که سنتی که تا به حال وجود داشته و متوجه کردن این نظم جهانی به خصوص به شکل تنگاتنگ در ارتباط با منافع ویژه خود آمریکا و مشخصا بخشی از جامعه آمریکا هستش، نوعی بنابراین نظم جهانی که با رنگ پررنگ پوپولیز و به هر حال با توجه بیش از گذشته نسبت به منافع آمریکا هستش و در این ارتباط هستش که دوری یا اختلافاتی که با اروپا داره رو من حس میکنن، و باز در همین ارتباط هستش که تصمیمات اخیری که آمریکا گرفته مبنی بر این که حضور خودشو به هر حال یا کم بکنه در خاورمیانه از جمله خروجش از سوریه رو در همچنین به اصطلاح زمینه قابل فهم برای من هستش. حال با توجه به این فضای عمومی و سیاست عمومی آنچه که آمریکا در ارتباط با ایران میخواد چی هستش و آیا کنفرانس در جستجوی به اصطلاح تغییرات مهم در جامعه ایران هستش؟ همونطور که بارها اینجا اونجا شنیدیم و دوستان گوناگون، افراد گوناگون نظر دادن، حدودا دو تا نظریه تو این زمینه بیرون میادش. یکی نظریه این که این کنفرانس خواهان این هستش که تدارک برای واژگونی جمهوری اسلامی در واقع تدارک دیده بشه و به جلو بره. یک نظریه دوم هست که مبتنی بر این هستش که این کنفرانس در واقع یک نوعی همایش و نوعی در واقع اقدام دیپلماتیک بزرگ
برای فشارهای باز بیشتر روی مسئله به اصطلاح جمهوری اسلامی هستش. من خودم بیشتر نظریه دوم رو حس دارم که مورد به اصطلاح توجه آمریکا باشه، و به این اون هم به این خاطر که آیا واقعا امروز در این لحظه علارغم این که تشدید شده مجموعه تضادهایی که بین ایران و یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا بوده، این تناقضات و این تشدید بحران که از زمانی که آقای ترامپ بالا به هر حال سر کار آمد رو ما شاهدش هستیم، ولی آیا از این باید این نتیجه رو بگیریم که اینها یعنی آمریکا در جستجوی واقعا به هم زدن سیستم جمهوری اسلامی و پایان دادن به جمهوری اسلامی هستش؟ حتما اون چه که مسلم هستش از جمهوری اسلامی و حاکمان مستقر بر ایران به هیچ وجه خوشش نمیادش، ولی که این خوش نیامدن آیا به معنای تدارک برای مداخله برای در واقع واژگونی هستش؟ من این رو در واقع نتیجه نمیگیرم. چه خاطر؟ به این خاطر که ببینید، اول از اون ماجرای به اصطلاح که در زمان دوران پهلوی روی داد و ماجرای گوادلوپ، یک کنفرانس مخفی، یک کنفرانسی بود که توسط غرب در نظر گرفته شده بود که به نحوی پایان بدن به هر حال با توجه به تحلیلشون از حکومت شاه، خود شخص شاه، تناقضاتی که با جهان اون زمان مسئله شوروی و غیر ذلک، که به این ترتیب به پایان برسونن دوران حکومت شاه رو. ولی در لحظه کنونی وقتی ما می‌بینیم که یک کنفرانس گسترده با بیش از حالا 70 کشور یا نمایندگان کشورها برگزار میشه و به شکل خیلی گسترده هم نسبتا راجبش تبلیغ صورت میگیره، خب روشن استش که در این به هر حال کاروان جهانی کسانی هستن که طرفداری از جمهوری اسلامی میکنن، کسانی هستن که نمیکنن. البته ظاهرا اونایی که دعوت شدن اونهایی هستن که به هر حال مخالف جمهوری اسلامی هستن، ولی این سوال باید کرد که آیا چنانچه جمهوری اسلامی اگر بخواد برود، آیا آمریکا نسبت به نظر اروپا میتواند بی تفاوت باقی بمونه؟ و اساسا چرا این کنفرانس فقط از طریق لهستان صورت میگیره و چرا این امر از طریق خود کانال رسمی اروپا، در واقع اتحادیه اروپا صورت نمیگیره؟ و این باز از اونجایی که ما میدونیم اختلاف نظر وجود داره بین اتحادیه اروپا در زمینهای گوناگون با آمریکا به حول مسئله پرونده ایران و خواهان ادامه کاری با جمهوری اسلامی هستش اروپا، حال آنکه به هر حال سیاست آمریکا طور دیگه هستش، به این لحاظ هستش که زمانی که بخش حداقل مهمی از نیروهای مهم در اروپا توافق با این سیاست براندازی نداشته باشن، من فکر می‌کنم که چه بسا این مسئله باز همین قضیه رو تقویت می‌کنه که آمریکا در جستجوی در واقع واژگونی نیست، بلکه در جستجوی فشار بیش از حد نسبت به گذشته هستش. و به این خاطر هستش که من در لحظه کنونی و وقت این بحث باقی مونه که سوالی که مطرح کرد که در بخش دوم بر خود میتونیم بکنیم که اگر به هر حال اینها جمع بشن و به هر حال تشکیل بشه، آیا خود اروپا به هر حال تا اون لحظه شرکت خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ آیا اعضای مهم اروپا در این امر شرکت خواهند کرد یا نخواهند کرد؟ تا لحظه کنونی واکنش هایی که اینا نشون دادن در واقع مخالفت با این امر بوده است. بله، سپاسگزارم از شما. باید دید که این سیاست چماق و هویج نیست، که در واقع اتحادیه اروپا به عنوان هویج میخواد با یک ظاهر دیگری که راه گفتگو کلن بسته نشود با ایران در اونجا حضور پیدا بکنه، ولی در پشت پرده ممکنه اینا سازش‌های با هم کرده باشن. میرم خدمت آقای بهمن جلدی گرامی. آقای جلدی، شما پرسشی که من از آقای جلدی کردم رو لطفاً پاسخ بدید با دیدگاه خودتون، بفرمایید. جناب ایمانی، نخست اجازه بدید که از سمت خودم سپاسگزاری بکنم از شما و همینطور از رادیو تلویزیون مانی که این فرصت رو فراهم کردید بتونم در کنار شما و عزیزان دیگر من بتونم اینجا حضور داشته باشم و همینطور از همینجا درود میفرستم به تمامی سیاوشان ایران که آینده ایران در دستان پرتوان آنان است و آنانند که آینده ایران رو رقم خواهند زد. در ارتباط با برگزاری کنفرانس
برش و نکات بسیار مهمی رو آقای دکتر ایجادی مطرح کردند. من نکاتی رو که مطرح نشده رو شاید بتونم اضافه بکنم و اون هم این هست که از زمان تشکیل دولت آقای ترامپ و تغییر بنیادین سیاست‌های اقتصادی، نظامی و روابط خارجی امریکا توسط دولت جدید شاهد تنش‌ها و تلاطم‌های زیادی در تمامی مسائلی که از پیش در اصطلاح روابط بین‌الملل بهش نظم نوین جهانی گفته بودند مشاهده می‌کنیم. آقای ترامپ و اصلاً ادمنستریشن آقای ترامپ با اندیشه تغییر بنیادین و چیزی که به عنوان خوش کردن باطلاخ ها بود از مردم منطقه مرکزی امریکا رأی تونستن جمع بکنن و وارد کاخ سفید بشن. خواسته این مردم این هست که امریکا باید نخست باشه و منظورشون از امریکا اون امریکایی که آقای اوباما و خانم کلینتون مطرح میکنن نیست، منظورشون خودشونه، منظورشون همون زن و بچه های امریکایی هستن که در شهرهای میدوست امریکا واقعا در فقر به سر میبرن. و آقای ترامپ با توجه به این قولهای انتخاباتی که داده بود به مردم و تقریبا تا الان به تمامی این قولها عمل کرده و این قولها غالبا مخالف بر اون چیزی است که به عنوان نظم نوین جهانی که احتمالا الان دیگه باید بهش گفت نظم قدیم جهانی شناخته میشد مخالفت داشته. در ارتباط با همکاری با اروپا، ما یک اروپایی داریم، اروپای متحد، اینو در اصطلاح بهشون اروپای قدیم میگن، اروپای شناخته شده است، کشورهای قدرتمند فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلستان هم عضوشون بود. با خروج انگلستان در برگزیت و این عدم تمایل همکاری اروپای قدیم، آقای ترامپ خب به طبعه به دنبال متحدین جدیدی خواهد گشت و اون اروپای جدید هست. اروپای جدید همون کشورهای سابق بلوک شرق هستند که اینک به سمت امریکا گرایش پیدا کردن، تمایل شدیدی به همکاری با نیتو دارن و مهمترین اینها رومانی، مجارستان، لهستان و بلغارستان هست و تلاش زیادی هم دارن میکنن که بتونن راه و برای ورود اوکراین فراهم بکنن. خب این دلیلی هست که شما میبینید به جای اینکه این کنفرانس فرض بفرمایید در پاریس یا در بن برگزار بشه میره در ورشو برگزار میشه. مسئله دیگری که باید بهش توجه داشت مسئله تمایل شدید ادمنستریشن جدید امریکا بعد از اون تغییراتی که در سال نخست به وجود آمد و کنار رفتن آقای ریچارد بنن بود از کاخ سفید بر این است که تا اونجایی که ما در مرکز مطالعات ایران با صحبت کردن با سایر تینک تنک های امریکایی و دوستانی که در اونجا غیر ایرانی هستند و با نگاه یک امریکایی مسائل رو دارن تجزیه تحلیل میکنن به این واقعیت ما رسیدیم که اینک در زمان حاضر، فردا من نمیدونم ولی همین الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم، برنامه امریکا تغییر رفتار رژیم هست. تا زمانی که آقای استیو بنن در کاخ سفید بودن برنامه ای داشت انجام میشد تحت این عنوان که گروه های خوشنام و افراد خوشنام رو به دور هم جمع بکنند، یک جلسه در واشنگتن گذاشته بشه، یک تعداد 3-4 نفری بیان، 5 نفری در اتاق با اوال آفیس با آقای ترامپ ملاقات بکنن و بعد همگی بیان بیرون و عکس بگیرن و این گروه شروع به کار بکنه. دقیقا همون چیزی که برای سوریه انجام دادن و یک ائتلاف گروه مختلف سوری به وجود آورده. با رفتن آقای بنن قبل از اینکه این اتفاق رخ بده، یعنی دقیقاً 10 روز قبل از اینکه این افراد و گروه ها بیان در واشنگتن و جمع بشن، روز جمعه صبح آقای بنن آمدن و در تلویزیون اعلام کردن که کنارگیری میکنه. این پایانی بر اون برنامه بود و نشان دهنده این بود که گروه های قدرت دیگر در واشنگتن تا چند اندازه از منافع خودشون در ارتباط با همکاری با رژیم جمهوری اسلامی هم حفاظت میکنن هم حراست میکنن و اجازه ندادن این طرح عملی بشه. به هر صورت الان بر اساس همون گفته هایی که آقای براین هوک که در حد یک مقام معاون وزیر هست
ولی با توجه به ارشدیت ایشون در وزارت خارجه امریکا، ایشون رو بردن در یک پستی قرار دادن که یک کارمند بسیار رد پایین‌تر همون پست رو میتونست انجام بده. ایشون الان شده مسئول میز ایران در وزارت خارجه. این نشوندنده اینه که این مسئله چقدر برای وزارت خارجه امریکا و مخصوصا آقای ترامپ اهمیت داره. یک فردی رو که در اون مقام و رتبه دیپلماتیک است میارن در یک جایی قرار میدن که مطابق با رتبه اداری ایشون نیست. تازه مدتی اصلا چندان فعال نیست. این اتفاقا نشان دهنده این هست جناب مانی که خیلی باید ایرانیان وطن پرست، چون من اعتقاد دارم شما اگر ایرانگرا هستید دیگه اون مهم نیست چپ و راست هستید، چون اون واژه چپ و راست بودن دیگه الان نمیتونه گروه ها رو از هم متمایز بکنه، چون شما ایرانگرا میتونید باشید هم چپ باشید هم راست باشید، ولی یه عده هستن که اینها اصلا ایرانگرا نیستن، مسائلشون چیز دیگریست. بسیار باید متوجه باشن و احساس خطر بکنن. یعنی هرگاه شما یه دیپلماتی در اون رده رو میبینید که بلافاصله ایشون ساکت میشه و صحبتی نمیکنه، این علامت خطره. تا زمانی که ایشون صحبت میکردن من خیلی خیالم راحت بود، چون مطالب ایشون رو من میتونستم دنبال بکنم. از مدت زمانی که ایشون ساکت شدن و صحبت نمیکنن من شدیداً احساس خطر میکنم، و این نشون دهنده اینه که یک مقداری داره کنترل از دست این میز ایران و آقای برایان هوک که یه مقدار افکار روشن‌تر و شیوه های دیپلماتیک رو به کار میبرن داره خارج میشه، و بعد میبینم افرادی دارن شروع به صحبت میکنن مثل آقای جان بولتن که اینها اصولا از شیوه های دیپلماتیک و دیپلماسی بسیار بدور هستن و روش هایی که به کار میبرن متفاوته. اما من اینجا اینو تکرار میکنم، استراتژی و تکتیک رو باید توجه داشت. استراتژی الان امریکا تغییر شیوه رفتار ایران هست، که حتی در این ریپورتی که به عنوان threat assessment یا ارزیابی خطر برای دولت امریکا همین چند روز پیش در کنگره مطرح شد و من از روش تکی رو میخوام برای شما بخونم، مطرح شد که اینها دارن گروه های تندرو و گروه های سنترال یا میانه به تحت عنوان خودشون، و میگن رهبر میانه ها حسن روحانی، تندرو هم سایرین هستن و خامنه ای هم خیلی نزدیکتر به تندرو هست، اینها رو دارن رصد میکنن و امیدوارن که با تغییراتی که در اونجا به وجود میاد اینها متوجه بشن که آیا ایران رفتارش رو مطابق بر اون چیزی که منافع امریکا هست تغییر میده یا خیر. اما تاکتیکی که برای این کار دارن استفاده میکنن الان داره عوض میشه. یعنی آقای برایان هوک تاکتیک دیپلماتیک داشت به کار میبرد، و در یکی از اون قسمتهایی که صحبت های ایشون بود اگه برگردید عقب توجه بکنید، ایشون مطرح میکنه که ما در حال رایزنی با مقامات دیپلماتیک بسیار رده بالای اروپا هستیم، منظورش انگلستان، فرانسه و آلمان بود، که ما بتونیم یک همکاری در ارتباط با مسئله ایران داشته باشیم. الان که ایشون ساکت شده شما ببینید آقای جان بولتن اومده و داره صحبت میکنه. آقای جدی گرامی، من یه پرسش داخل پرانتز دارم. شما گفتید که ما باید احساس خطر بکنیم. احساس خطر برای موجودیت ایرانه، احساس خطر برای موجودیت رژیمه، یا احساس خطر برای حذف اپوزیسیونه؟ سپاسگزارم از این سوال بسیار مهمتون. من خیلی سعی دارم میکنم تون تون صحبت بکنم، از تمام دوستان عذرخواهی میکنم که من به این سرعت دارم صحبت میکنم. ما در مرکز مطالعات ایران معتقد هستیم خطری که الان متوجه ایران و ایرانیان هست یک پارچگی ایرانه، نه تمامیت ارضی ایران، چون این کلمه رو من میبینم سیاسیون به درستی ازش استفاده نمیکنه. territorial integrity هم اون مرز جغرافیایی رو در بر میگیره و هم wholeness یعنی یک پارچگی رو راستش شما فقط میگی تمامیت ارضی یعنی فقط اون مرز جغرافیایی. اصلا در این دوره زمانی کسی مرز جغرافیایی رو نمیتونه تغییر بده، مرز جغرافیایی قابل تغییر دیگه نیست، اما یک پارچگی رو چرا میشه تغییر داد؟ و شما میتونید که به نوشته ها و گزارشات گروه مطالعات امنیت مراجعه بکنید، که ما در همین کنفرانسی که هفته پیش داشتیم در مورد چشم انداز امنیت آینده امنیتی ایران در اونجا مطرح کردیم. این گروه مطالعات امنیتی داره مطرح میکنه دولت امریکا باید از گروه های اقلیت سنی
نه فقط در ایران بلکه در منطقه خاورمیانه حمایت بکنه و تاکید بکنه برای اینکه اینها از یک اتونومی یعنی خودمختاری بیشتری برخوردار بشن، که در اون صورت بعد ما میتونیم این هژمونی شیعه و جمهوری اسلامی رو به عقب بزنیم. این بسیار خطرناک است، امر بسیار خطرناکی است. بعد از جای دیگر شما میبینید در روزنامه‌های افغانستان مطرح میشه که نماینده مجاهدین به همراه هیئت آمریکایی رفته در کابل و با این آقای جوانی که به عنوان مشاور امنیت ملی دولت افغانستان داره کار میکنه ملاقات داشته و هیئت آمریکایی از طالبان تعهد گرفته که به دو پایگاهی که اینا میخوان در مرز ایران در منطقه هرات اونجا ایجاد بکنه اولا حمله نکنه و دوباره به افرادی که در اونجا غیر امریکایی هستن حمله نکنه. یعنی نه تنها این پایگاه رو به عنوان پایگاه امریکایی میخواد اونجا بذاره، همچنین داره اشاره میکنه که ما در اونجا سرباز امریکایی نخواهیم داشت. این سرباز کجایی خواهد بود؟ ببینید شما وقتی این نقطه ها رو به هم وصل میکنید بعد اون پازل شکل میگیره و اون بیگ پیکچر مشخص میشه، تصویر بزرگ. این احساس خطری است که من دارم هشدار میدم. اگر دوستان سیاسی، اگر ایرانیان وطن دوست از هر جناحی که هستن با هر اندیشه سیاسی که هستن همینک دست به دست هم دیگه ندن و به دنبال یک راه چاره نباشن، متاسفانه این گروه آقای جان بولتن که بسیار هم فعال شده وزنش در تعیین اون استفاده از تاکتیک آی ترامپ در آینده خواهد کرد سنگین تر میشه. ما باید کاری بکنیم که وزنه سمت آقای براین هوک سنگین تر بشه، یعنی صحبت کردن، استفاده از اون مسائل دیپلماتیک و با امید این بودن که بتونیم از این صحبت ها و روابط دیپلماتیکی که یا دیپلماسی که با اینها ایجاد خواهیم کرد به سمت حداقل یک تغییر و تحول آرام بریم، نه به سمت اینکه گروه های سیاسی که شاخه های نظامی دارن و تفنگچی برای خودشون دارن اینها بیان و بشن عامل فشار و با استفاده از ناامن کردن مناطق مرزی ایران در شرق و غرب و جنوب بعد دولت جمهوری اسلامی ناگزیر بشه که بیاد و سر تعظیم فرود بیاره و اون به صورت رفتار خودش رو تغییر بده. بهای این رو فقط مردم ایران پرداخت. بسیار خوب، شما میخواستید سندی رو هم بخونید، این فرصت رو خواهید داشت در دور بعد حتما وصلش کنید به گفتهاتون. پوزش میخوام چون زمان رو باید تقسیم کنیم دوستان. خب تا اینجای برنامه هم آقای ایجادی و هم آقای جلدی هر دو بر این باور بودن که هدف این کنفرانس تنبیه رژیم است نه تغییر رژیم. تا ببینیم آقای نصرت واحدی کارشناس امور سیاسی در این زمینه چه نظری دارن. آقای واحدی میکروفونتون رو باز کنید و نظرتون رو با ما تقسیم کنید. تشکر از جناب آقای مانی، عرض کنم که مهماندار عزیز بنده و دوستانی که مثل آقای دکتر ایجادی و آقای دکتر جلی و سلام و درود به همه همیهنان عزیزم. بنده خوشبختانه یا متاسفانه به نحوی شما فکر میکنید بنده راجع به مسائل سیاسی اصلا به هیچ وجه تخصصی ندارم. اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم از یه دید علمی من صحبت میکنم و تا اونجایی هم که لابد همه دوستان میدانن از اواسط قرن بیستم تا به حال معمول شده است که ما مسائل سیاسی اجتماعی رو از دید علمی نگاه بکنیم و من تمام همت و سعیم بر این است که مسائل رو از این زاویه نگاه بکنم. دوستان گرامی، ما مسائل رو به طور کلی فرق نمی‌کنه سرهنگی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، تفاوت اقتصادی باشه، شما میتونید این مسئله رو لوکال نگاه کنید یا غیر لوکال، اینا با هم فرق میکنه. یه وقت هست که آقای جلدی میاین و مسائل ایران رو نگاه میکنن، این یک بررسی لوکاله. یه وقت هست که بنده میخواهم دنیا رو از یه زاویه کلیتری نگاه بکنم غیر لوکاله.
وقتی شما مسائل رو لوکال نگاه میکنی، یعنی بسیاری از تأثیرات خارج از اون محل رو ازش صرف نظر میکنید، خود به خود مسئله تبدیل به یک مسئله میشود که کازال شما نگاه میکنید، مسائل علت و معلولی بهش نگاه میکنید. این مسائل علت و معلولی خیلی ساده تر قابل بیان و قابل حله تا مسائل غیر لوکال که بسیار پیچیده است و متاسفانه اصلا لینیار نیست، خطی نیست. مثال میخوام مال خدمتتون عرض کنم، در کنفرانس گوادلوپ که مطرح فرمودید، مسئله که مورد توجه اونها بود لوکال بود، لوکال از نه برای ایران بلکه برای از بون بردن شوروی و تمام گرفتاری هایی که بلایی که سر ما آمد بر این مبنا بود که کشورهای غربی میخواستن شوروی رو زمین بزنن و به این علت هم به خصوص به ایران که هزاران کیلومتر مرز با شوروی داره نیاز مبرم داشتن و این بالاخره در اون کنفرانس گوادلوپ به این نتیجه رسیدن که شاه باید برود در و به نظر من بسیار کار اشتباهی بود است که کردن. اما امروز با دیروز فرق داره. دیروز وقتی که کنفرانس گوادلوپ مطرح شد، ما در دوران اقتصاد، مدرن اقتصاد زندگی میکردیم. امروز در قرن 21 زندگی میکنیم، در یک دنیای دیگری داریم زندگی میکنیم که اصلا از زمین تا آسمون با دنیای گذشته فرق داره. امروز مثل زمان گوادلوپ نیست که سیاست تعیین کننده همه مسائل باشد، بلکه امروز علم و فن تعیین میکنند سیاست چه نقشی رو باید داشته باشه. شما ملازم میفرمایید وقتی خانم مرکل مسافرت میکنه به چین، همراهش اقلا 15 نفر افرادی هستن که متخصص در مسائل اقتصادی هستن، نه در مسائل سیاسی. تعیین این کننده امروز علم نگاه میکنه و اون چیزی که ما امروز باهاش روبرو هستیم و چندین بار راجع بهش صحبت شد، مسئله برحال که همه راجع بهش صحبت میکنن، مسئله نظم جدید جهانی. در دورانی که ما کنفرانس گوادلوپ رو داشتیم، نظم جهانی یه نظم دیگری بود. امروز نظم جهانی یه چیز دیگری هست، ولی متاسفانه یا خوشبختانه این نظم رو دارن به هم می‌ریزن برای اینکه برن به یه جای راه جدیدی. آقای واحدی، دوستان عزیز، سخن شما مهم چیز که حقیقه بله و اون این که بلی. وقتی که ما یک مجمع جهانی داریم به نام سازمان ملل و این کنفرانس حدود 70 کشور گفته میشه در یک جای دیگری با یک مدیریت دیگری داره درست میشه، آیا این یک نوع موازی سازی برای سازمان ملل نیست در جهت همون اهدافی شما بیان میکنید؟ بفرمایید دوست عزیز. جناب آقای من، مسئله موازیگری مال امروز نیست. مسئله موازیگری اون روزی شروع شده است که اتحادیه اروپا یه جمعی رو درست کرد به عنوان ناتو. ببینید اینم موازیگری هست. موازیگری الان 50 سال ادامه داره و ما سازمان ملل کردیم یک منظومه‌ای که به هیچ درد نمیخوره جز اینکه برن صحبت بکنن، ولی عملا تمام کارهای جهان در رابطه با به اصطلاح مراکز بزرگ قدرت هستن. ولی خوشبختانه من اینو مثلا خدمتتون عرض بکنم، خوشبختانه این مراکز قدرت به شدت متزلزل شدن. این گلوبالیزاسیون مراکز قدرت رو منفجر کرده.
از این نقطه نظر مواجه هستیم با در آستانه یک تحولات بسیار بزرگی هستیم. این تحولات بزرگ رو شما آقای ترامپ بی خود که نیومده سر کار. آقای ترامپ آمده سر کار که اگر شما امریکا رفتید ملاحظه میکنید امریکا یک ویرانه است امروز در مقابل اروپا، در مقابل چین، در مقابل کشورهای بزرگی رو شما سنگاپور رو شما نگاه بکنید چه عظمتی به خودش گرفته و امریکا ویرانه است. درست به این دلیل مسئله اساسی امروز خواستم خدمتتون عرض بکنم یک مسئله دیالکتیکی مطرح شده. اگر کشورهای بزرگ می آیند و می گویند گلوبالیزیشن، در مقابل گلوبالیزیشن مسئله ناسیون قد علم می کنه. این که یک دولت های آمده اند سنگ بس نمیزنن و میگوین ما مرزهای خودمون و فرهنگ خودمون رو عرض کنم که اقتصاد خودمون رو میخوایم و در مقابل گلوبالیزیشن ایستادگی میکنیم، این درست موازنه ایست بین دو تضاد، یکی گلوبالیزیشن و یکی هم در واقع سرزمین گرایی. که من متاسفم این حرف خدمتون عرض میکنم، امروز مرز و بوم مثلا اثری دیگه پیدا نداره. ما سنگ به سینه میزنیم که نباید ایران ویران بشه، نباید ایران تقسیم بشه. کدوم ایران، کدوم مرز؟ این مرز و بوم هیچ کجا وجود نداره. شما به وسیله ابزار اساسی موادی رو که صنعت به وجود آورده در تمام دنیا تأثیر میگذارید، اصلا مرز و بوم اثری نداره. اون چیزی که این کنفرانس میخواد به وجود بیاره یه مسئله دیگری هست که ضمن این که یک تضادی میان اروپا و امریکا وجود داره که آدم نمیتونه کرش باشه، اهمیتش در این هست که نظم جدید رو میخواهم پیاده بکنن و این نظم جدید رو همه میخواهم درش مؤثر باشن و امریکا از همه بیشتر میخواد نفع ببره. ایرانی ها نتوانستن به هیچ وجه در آمدن به ورشو زیاد اثری داشته باشن. البته یه عده از ایرانی ها اتوبوس گرفتند و اونجا خواهند رفت، ولی به قول شما در اون 70 وزرایی که از کشورهای متفاوت می آیند صدای ایرانی ها بسیار بسیار کم هست، خاموش خواهند بود. و اون چیزی هم که به نظر بنده شما این کنفرانس رو به دو صورت میتونید نگاه کنید. یه صورتش این هست که آمدن و میخواهم راجع به ایران و خاورمیانه صحبت بکنم که بنده فکر میکنم که اینطور نیست، و یه صورت دیگرش این هست که در واقع دو جناح بزرگ اروپا و امریکا دارند اونجا کشتی میگیرن، دارند یارگیری میکنن برای ایجاد این نظام جدید دنیا، و ایران متاسفانه در این صحنه هیچ نقشی رو نخواهد داشت. نقش اساسی رو عربستان سعودی بازی خواهد کرد. اگر فرصتی شد بنده راجع به مطلب صحبت خواهم کرد، ولی به نظر بنده این هست که بین اروپا و امریکا یک محرمانه یک توافق‌های صورت گرفته که این کنفرانس در واقع سرپوشی هست برای اینکه این موازنه رو کسی نبینه و در داخل ایران تحولات بسیار بسیار بزرگی در صورت میگیره و ما غافل از اون هستیم. چرا؟ برای اینکه روی خودمون رو به صحنه‌های دیگری انداختیم و اون صحنه درونی رو مشاهده نمی‌کنیم. صحنه درونی در ایران بسیار قدرت پیدا کرده و هر گونه اثری از خارج نمیتونه اون اهمیت که نیروهای ضد عرض کنم که حکومتی در ایران قوت گرفتن از بین ببره. این فکر میکنم که بسیار خوب اساس کننده هست، ممکن است غلط باشه، ولی من از دید فکر از دید بله سپاسگزارم. اشاره داشتید که به نظر من خیلی اهمیت داره، مانند
بقیه گفتهاتون و اونی که در واقع بگوییم ملی‌گرایی داره دوباره برمیگرده به جای منافع جهانی، منافع منطقی و ملی داره قدرت بیشتری میگیره و این کنفرانس که از اهدافش هم همین قضیه است. خب برگردم دوباره به آقای جلال ایجادی گرامی. آقای جلال ایجادی، شما و همه دوستان دیگری که در این میز گرد هستن، چه بخواهید چه نخواهید، جزئی از اپوزیسیون و مخالفین کلیت نظام جمهوری اسلامی هست و بیگمان به این میاندیشید که بسیار خوب هر تحولی که ببیشید در ارتباط با ایران داره رخ میده و قرار است بر سرنوشت آینده ما و ایران و مردم ما تاثیر بگذارد باید زیر ذره‌بین باشد و ما نباید منفعل در برابر این تحولات باشیم، باید هوشمندانه با هوش و دانش و نگرش علمی و سیاسی سطح بالایی به این امور نگاه بکنیم و جایگاه خودمون رو حتی اگر این جایگاه رو به ما ندهند به دنبالش باشیم و تأثیر بگذاریم. خب الان حدود 3 ماهی هست که سخن این کنفرانس ورشو هست، جاش معلومه، برخی از نکاتش علنیست روشنه، برخی هم ممکنه بر من و شما روشن نباشه، ولی همه چیز تقریبا روشنه و الان فرصت خیلی خوبی بود برای جناح‌های گوناگون آلترناتیو، اپوزیسیون، برانداز و ایرانگرا که دست به دست هم بدهند بر سر یک موضوع معینی که الان فراپیش همه ماست اقدام مشترکی بکنند. اما من خبری ندارم مگر چیزهای پراکنده، از جمله الان آقای واحدی هم گفتن که اتوبوس هایی گرفته شده که قرار برن اونجا. این اتوبوس ها من نمیدونم چند تا هستن، از کدوم کشور هستن، قرار حدود چند نفر برن اونجا برای تظاهرات در بیرون جلسه است یا نمایندگانی دارن میخوان داخل جلسه بفرستن، اینا بر من روشن نیست. حالا شاید آقای واحدی اگر در دور دوم فرصت داشتن که به این موضوع دقیق تر بشوند بهش اشاره بکنن. آقای ایجادی شما چه خبر دارید؟ چه باید میکرد اپوزیسیون؟ شاید هم کرده، معلوم بشه دو هفته آینده، من نمیدونم، ولی شما مسیر رو، جایگاه این اپوزیسیون رو که این همه به هر حال تلاش هم کرده، مدعی هم هست، مدعی رهبری هم هست حتی در برخی جاهاش، چه در سازمان مجاهدین خلق مدعی رهبری هستن، چه در جناح طرفداران نظام پادشاهی، چه در ملی مصدقی و میانه یا برخی از چپ ها، همه اینا مدعی قدرت هم هستن، میخوان در قدرت آینده سعیم باشن، اما در چنین رویدادهایی اینا کجا هستن، دارن چیکار میکنن؟ بفرمایید. بنابراین همونطوری که من در بخش ابتدا گفتم پیرو همون مباحث، این هستش که این کنفرانس در چارچوب استراتژی جدید جهانی خط آقای ترامپ قرار میگیره که خطی است در واقع به نظر من ایزولاسیونیست، یعنی در واقع انزواگرا، در این حال که رو به جهان داره، یعنی این رو انزواگراییش رو از زاویه پس زدن نیروها و احزاب و به هر حال کشورهایی که تا به حال همسویی داشتن و از این به بعد به لحاظ هژمونیسم تنگ نظرانه شدید آقای ترامپ، این خط از نظر آمریکا باید تغییر پیدا بکنه و به این خاطر هستش که در واقع برخورد به اروپا و همچنین سازمان ملل، اگر این مسئله ورشو رو اگر ما نگاه بکنیم، نوعی در واقع دهنکجی کردن، نوعی در واقع پوش کردن هم به اروپا هستش هم به سازمان ملل، به خاطر اینکه هر دو این به اصطلاح این ارگانیزم رو، یعنی اتحادیه اروپا و سازمان ملل، از زاویه سیاست کنونی آمریکا در واقع به درد نمی‌خورن، هزینه ساز هستن و بنابراین در راستای منافع مشخص بخشی از جامعه آمریکا و گروه هایی که با آقای ترامپ هستن در اون زاویه قرار نمیگیرن. پس بنابراین آقای ترامپ در جستجوی پیریزی یک دیپلماسی خاص خودش هست
و این رو از طریق متحدین به هر حال جهانی یا اروپاییش میخواد به پیش ببره که در اینجا ارتباط مسئله لهستان و ورشو است. حال در ارتباط با این، در این کارزاری که دولت آمریکا در نظر گرفته، آیا اپوزیسیون ایران اینها جزء به اصطلاح همکاران یا جزء متحدین سیاست آمریکا قرار میگیرن یا نمیگیرن؟ ببینید در این زمینه من نگاه به این استش که آمریکا در تمام این برها دورای اخیر به این گروه یا اون گروه، به خصوص قبل از اینکه برها دولت جدید تشکیل بشه، از جمله مذاکرات گوناگونی که با برخی شخصیت‌های درون اپوزیسیون ایران، بین آقای جان بولتون که شرکت کرد در برخی از این نشست‌های مجاهدین و یا مذاکراتی با برخی از افراد دیگه ای داشته، ولی اون قبل از برها این دولت بوده. امروز در واقع خط عمومی آمریکا در این هستش که همه این گروه‌هایی رو که برای اون به‌صلاح دارای نوعی وزنه هستن، اینها رو نگه داره در کنار خودش، بدون اینکه به هر کدوم از اینها یک میکروفون به‌صلاح ممتاز و مشخصی ارائه بده. چرا؟ به این خاطر که در همین کنفرانس ورشو در واقع هیچ نیروی، تا اونجا که امروز ما به هر حال خبر داریم، هیچ نیروی به هر حال ایرانی در شرکت نکرده. خب میشه گفتش که کنفرانسی هستش برای کی؟ برای کشورها، و بنابراین طبیعی هستش که یک اپوزیسیون میتونه شرکت نکنه. ولی اگر چنانچه آقای به اصطلاح ترامپ این خط در اپوزیسیون رو، قاعدش این بود که به هر حال خط براندازی کامل رژیم هستش و در این ارتباط میتوانست نیرو یا نیروهای ایران بیاد بشونه در درون این کنفرانس و به این ترتیب زور دیپلماتیک خودش رو به این ترتیب و خط نشون کشیدن رو بالا ببره. آقای ایجادی ببخشید، با این گفته شما این فکر در ذهن من شکل میگیره که نکنه دولت آمریکا بخش‌های جدی این اپوزیسیون برانداز در خارج کشور رو داره در یک امید کاذب در چنگال خودش، زیر نظارت خودش حفظ میکنه و اونا رو عملا آچمز کرده که اینا به امیدی صبر کنن ببینن که نامزد رهبری ایران میشوند، ولی عملا آمریکا این کار براش نخواهد کرد، بلکه فقط اینا رو در واقع کنترل خواهد کرد و در آخر سرم ای بسا با خود سران رژیم جمهوری اسلامی معامله شو انجام بده و اینا هم حتی فرصت اینکه از این موقعیت ها استفاده ای بکنن رو نداشته باشن. آیا این برداشت من درسته از نظر شما؟ بله، ببینید آقای ایمانی، من فکر می‌کنم که در ارتباط با سیاست های کشورهای بزرگ، آنچه که در خط دیپلماسی جهانی اینها قرار میگیره، مسئله گروه های اپوزیسیون این کشور یا اون کشور جنبه کاملا فرعی داره و خط اساسی اینها در ارتباط با همون رژیم های حاکم هستش که میتونه تفاوت پیدا بکنه، ولیکن بنابراین جایگاه اصلی مذاکره یا فشار رو روی همین کشور به اصطلاح رژیم های حاکم میدونن. در ارتباط با ایران و گروه های مختلفی که ایران هستش، به طبع آمریکا میخواد که برخی از این گروه ها رو وسیله دست خودش بکنه، میخواد اینها رو به ابزاری برای اینکه اینجا اونجا مورد استفاده قرار بده بکنه، و به همین خاطر هوشیاری بخش های گوناگون یک اپوزیسیون دموکرات، یک اپوزیسیونی که به آینده مملکت، به هر حال هم یک پارچگی، هم تمامیت ارضی، هم به هر حال اینکه این جامعه بتونه کمتر صدمه ببینه و به این به هر حال از درون، از این رژیم خارج بشه، باید دقت بکنه که تومه در واقع سیاست هایی که میتونه به هر حال گذری باشه، لحظه‌ای باشه، تومه این سیاست ها نباید بشه. و به این خاطر هستش که به نظر من اگر چنانچه در چنین کنفرانسی اپوزیسیونی باشه که اپوزیسیون جوندار، یعنی پرقدرت، که بتونه در واقع در صحنه جهانی بتونه نقش ایفا بکنه که در مستقل هم باشه دقیقا، و اگر چنانچه و دارای استقلال، دارای در واقع خودمختاری فکری، دارای شخصیت در واقع مستقلی باشه، اگر چنانچه این باشه و چنانچه و حتی چنانچه جلوتر از این میرم، یک به هر حال کنفرانسی داره صورت میگیره،
به این اپوزیسیون مستقل به فرضی کرسی داده بشه، یعنی بگم بیاد آقا روی این صندلی بشین، حرفایی هم که داری بزن یا حرفای دیگر هم گوش بده، به قول معروف میگیم چرا نه. ولی که در حالتی که امروز هستیم، نه این اپوزیسیون به هر حال دارای قدرت واحدی هستش، نه در واقع ما در شرایطی هستیم که آمریکا در جستجوی سوء استفاده یا استفاده های خاص جهتدار از این بخش اپوزیسیون هستش. بنابراین به نظر من چنین اپوزیسیونی در این لحظه با پراکندگی داره نمیتواند کارساز باشه، زیرا اون خط اصلی همون خط جهانی در واقع خود آقای ترامپ هستش. و بنابراین برای که پایان بدم این هستش که در لحظه کنونی اپوزیسیون ایران، در واقع اونهایی که دلشون برای جامعه ایران میسوزه و واقعا تمایل به کار دارن، باید قبل از هر چیز در جستجوی ایجاد یک ائتلاف قدرتمندی باشه، نمیگم وحدت، ائتلاف قدرتمندی باشه که روی حداقل مبانی اساسی مربوط به جامعه ایران، مسئله دموکراسی، مسئله گذر از این رژیم، مسئله اعتقاد به سکولاریسم، اعتقاد به چند حزبی و غیره و غیره، راجع به این به عنوان پایی باشه که اینها رو نزدیک بکنه. در چنین حالتی هستش که در محاسبات بین‌المللی به شکل جدیتر اون اپوزیسیون تا حدودی نزدیک شده میتواند چه بسا تاثیرگذار هم باشد. باشد. بله، پس باز هم برمیگرده به اینکه خود ایرانی ها، همونطور که آقای جلدی هم گفتن، مسئله سر ایرانگرا بودن است و ایران را دوست داشتن. اینها باید بالاتر از منافع گروهی حزبی و چرچه‌های دیگر، منافع دراز مدت ایران رو در نظر بگیرن. حتی اگر در آینده هیچ سهمی هم در قدرت نداشته باشن، باید با خودشون بیاندیشن که رهایی ایران، آبادی ایران، آزادی ایران، آزادی همه اونها هم هست، حتی اگر هیچ نقشی در اون حکومت بعد از جمهوری اسلامی نداشته باشن. البته کسی رو نمیتونه حذف کنه، نباید هم حذف کنه. ما در آینده همه تلاش‌ها برای این هست که یک دموکراسی برقرار بشه، آزادی تشکیل احزاب، مبارزه مدنی احزاب در یک چارچوب آزاد و دموکراتیک در داخل ایران و قانع کردن مردم به خودشون و بعد گرفتن رأی اکثریت از مردم و تشکیل دولت و مجلس و چیزای از این قبیل. اما با این همه به نظر میرسه، شاید این نظر من هست، اشتباه هم باشه، که اینها منافع گروهی، حزبی و سیاسی خودشون رو برتر از سرنوشت کشور ایران، مردم ایران و آینده ایران میبینن. به همین خاطر نمیتونن با هم متحد بشن، نمیتونن با هم برنامه ریزی بکنن و اون ائتلافی رو که شما ازش اشاره کردید عملا اتفاق نمیفته. من هر بار که از دوستان میپرسم میگن که بله یک کاری داریم میکنیم، جمع شدیم، داریم چنین میکنیم، داریم چنان میکنیم، و الان 6-7 سال همین حرف رو میزنن و من هیچ نتیجه بیرونی و میدانی و عملی از این تا به اکنون ندیدم. فکر می‌کنم این ائتلاف‌های هر چند هم ممکنه وجود داشته باشه، اینقدر ضعیف است و از اجتماع‌های خیلی کوچیکی دارن به هم نزدیک میشن که فعلا نمیتوانن نقش عمده‌ای در تحولات امروز پیش از جمهوری اسلامی، در مرحله گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل دولت موقت و پس از اون داشته باشه. خب برگردیم به آقای جلدی عزیز. آقای جلدی، شما میخواستید یک سندی رو، بخشی ازش رو بخونید، الان فرصت هست اون رو در آغاز بخونید، اگر تکمله‌ای دارید بر اون رو هم بیان بکنید و بعد برگردید لطفا سر مسئله همین موضوعی که صحبت کردیم، نقش اپوزیسیون در این برخورد با این قضایای همچون کنفرانس ورشو چیست. بفرمایید. بسیار سپاسگزارم از شما جناب ایمانی. من یک صفحه رو آماده کردم، اگه اجازه بدید من اینو نشون بدم که اگر صفحات رو تغییر بدم میترسم این رو از دست بدم. در ادامه فقط صحبت‌های آقای دکتر ایجادی، من تاکید بکنم بر اعتقادم به این که تمامی نکاتی که ایشون فرمودن کاملا درسته و به عنوان مثال همین نکته‌ای که الان شما فرمودید در ارتباط با حذف کردن دیگران، نتوانستن کار کردن، این دو موضوعه. نتوانستن یعنی
توانایی و خواستن. یک زمانی شما نمیتوانید، یک زمانی اصلا شما نمیخواهید. این سفر رو من به شما الان نشون میدم بر روی تبلتم. ببینید این یک روزنامه بسیار معتبر هست به اسم American Thinker و مقاله‌ای که الان اینجا شما دارید ملاحظه میکنید توسط دو جوان ایرانی متخصص در ارتباط با مسئله اقتصادی ایران نوشته شده، به زبان انگلیسی هست و قبل از آغاز این مسائل در ونزوئلا این دوستان عزیز پیشبینی کردند آیا ایران ونزوئلای بعدی خواهد بود؟ یعنی این مقاله هیچ ارتباط حزبی به کسی نداره، هیچ ارتباط سیاسی با کسی نداره، یک مقاله تحقیقاتی بسیار مستند در ارتباط با مسائل اقتصادی کنونی ایرانه. خب این مقاله رو آقای بابک وزیر و آقای سینا نهاوندی ارسال میکنن به کیهان لندن برای اینکه این ترجمه این مقاله به زبان فارسی در اختیار تمام ایرانیان قرار بگیره و تمام ایرانیان بتونن ازش استفاده بکنن. خب کیهان لندن این مقاله رو سانسور میکنه و چاپ نمیکنه. این نمونه همون مسائلیه که شما الان اینجا مطرح کردی. من فقط اینو تاکید بکنم اینجا آقای بابک وزیر در مثلا اون وبسایتی هست به اسم توییتر که جوانان زیادی در اونجا حضور پیدا میکنن و اصولا فرق میکنه با فیسبوک که یک حالت صحبت‌های همگانی هست، در اونجا خیلی صحبت‌ها در توییتر تخصصی تر هست. ایشون یه چیز حدود 20,000 خورده نفر اون چیزی که در اصطلاح به فارسی بهش میگن فالوور داره. خب یه همچین فردی، یه همچین تعدادی افراد هستن که نوشته های آدم رو دنبال میکنن، بعد این رو مثلا یک فردی به عنوان سردبیر کیهان لندن بیاد سانسور میکنه تحت این عنوان که ملیگره ها رو باید سانسور کرد و ایلا اینها اون جبهه افراطی رو تشویق خواهند کرد. این چیزی که خود این سردبیر در توییتر خودش گذاشته و این دوستان ازش عکس گرفتن. این همین مسئله آیه مانی در مورد با مسئله این چیزی که به اسم اپوزیسیون در موردش صحبت میکنیم رخ میده. اپوزیسیون اصولا تشکیل شده از گروه های مختلف و بعد در داخل این باید همکاری میکنن. اگر این گروه های مختلف هم همکاری میکنن میگه اپوزیسیون نیست. این گروه ها یا مجمع الجزایر سرگردانی هستن که ناراضی هستن یا مخالف با مثلا این حکومت هستن، ولی اینها دیگه اپوزیسیون نیستن. به عنوان مثال من عرض میکنم نمونه بسیار اخیرش همینی هست که حزب مشروطه ایران و حزب سکولار دموکرات ایرانیان آمدن یک فراخوان عمومی نه خصوصی صادر کردن، دعوت کردن از تمامی سازمان ها، احزاب و افراد فعال سیاسی و حقوق بشری که تشریف بیارید در اینجا و به این ایمیل مشخصات خودتون رو بفرستید، ما به شما اعلام بکنیم که چه زمانی نشست هست بیارید در اونجا شرکت بکنیم. نشست هم روز 23 ژانویه هست. خود در 21 ژانویه دبیر کل حزب مشروطه برای من ایمیل فرستادن که آی جدی حتما شما این مشخصاتتون رو بفرستید. همون 21 ژانویه من مشخصات فرستادم. بعد مشخص شدی که این مشخصات میره در اختیار مثلا آقای یزدیان قرار میگیره به عنوان دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مدیر از پیش انتخاب شده برای این نشست. بسیار خوب. خب هیچ تماسی گرفته نمیشه جناب مانی و بعدن هم که جلسات آغاز میشه و من تماس‌های متعدد دارم، ایمیل‌های متعدد میفرستم، با حزب مشروطه تماس میگیرم، با نهاد مردمی تماس میگیرم، صحبت میکنم. آقا این مگه شما دعوت عمومی ندادی؟ پس چرا کسی تماس نمیگیره؟ چرا از پیش شما دارید تسویه میکنید و دستچین میکنید؟ آیا این برنامه شورای نگهبانه؟ خب دیگه چه فرقی میکنه؟ و این دوستان همه میگن که خیر 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 ما اینو رسیدیم. در این تو باز میبینید که نخیر، این مسئله علارغم اون حرفایی که زده میشه ولی تمایل به انجام اون کار نیست. این دقیقاً اون زرون مسئله قدیم ایرانی رو به یاد من میاره که معروف هست پوز عالی و جیب خالی. شما اگر میخواهید این پوزها رو بدید
خب باید نسبت به اون هم یک داده هایی داشته باشید که مردم بتونن ببینن این رو و خودشون شهادت بدن. و الا اینکه با گفتن اینکه خودتون بگید من بزرگم من بزرگم یا من اپوزیسیونم من اپوزیسیونم، که این نمیشه که افکار عمومی، فهم و شعور افکار عمومی مردم ایران همه این مسئله بعد از 40 سال به خوبی تجزیه تحلیل میکنه و برایشون مشخص و واضح هست. خب در تا همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، این گروهی که هر کدوم هم دو تا هستن، دو تا اسم گذاشتن، مثلا نمیدونم سکولار دموکرات ایرانیان و مهستان، تفاوت این دو تا هم ماها که در مسائل سیاسی فعال هستیم درک نمیکنیم، این دو تا در من یکیه، ولی به این ترتیب میگم ما حالا 12 تا گروه هستیم. بسیار خوب، اصلا شما 20 تا گروه هستید. آیا شما همه گروه ها هستید؟ چرا سایر گروه ها اجازه ندادید بیان؟ شما اعضای غیر منتخب هستی؟ چجوری اعضای غیر منتخب بدون اجازه دادن به اینکه بقیه هم در اونجا باشن و بدون اینکه حضور غیاب بکنن کی هست کی نیست، بعد حالا میگن یه گروهی تشکیل شده ما از این به بعد بر اساس اتفاق آرا میگیم کی بیاد کی نیاد؟ خب اصلا کی اتفاق آرا داشته که شماها اونجا باشید و سایرین نباشن؟ این ببینید ادعاهای برخلاف ایرانگرایی و تامین منافع ملی مردم ایران در این شرایط خطرناکی که ما الان هستیم. های جلدی، پیش از اون که دور بشیم از این قضیه، هدف این 12 سازمانی که با هم به هر حال میخوان کاری بکنن چیست؟ چه کار میخوان بکنن؟ بفرمایید. خیلی سپاسگزارم. باز بسیار نکته حساسی رو شما بروش دست گذاشتید. این گروه مدعی است که ما میخواهیم در این شرایط خطرناک که هیچ نماینده از طرف ایرانی ها در این کمیسیون و یا در این نشست و یا در این کنفرانسی که برای دولت ها هست بریم در اونجا شرکت بکنیم و از منافع مردم ایران حفاظت بکنیم. خب نخست این که اولا برای اینی که بخواید در اونجا دعوت بشید یک روال مشخصی وجود داره. خود این کنفرانس داره مطرح میکنه فقط دولت‌ها در اونجا شرکت می‌کنن. چگونه اصلا؟ یعنی از همین ابتدا این مسئله رو که دارید مطرح می‌کنید، این معلومه که شما بیشتر قصد تبلیغاتی و مطرح کردن خودتون رو دارید تا اینکه واقعا به دنبال انجام عملی باشید، چون این عمل از این سیستمی که شما می‌فرمایید عملی نیست. طبق اون قوانین این کنفرانس دولت‌ها فقط شرکت می‌کنه، نه اپوزیسیون. اپوزیسیون که دولت نیست. دو، اینکه اینها مدعی هستن که ما میخواییم یه نامه‌ای بنویسیم بفرستیم به وزارت خارجه امریکا و لهستان و اعتراض بکنیم که چرا ایرانی ها نیستند و به ما اجازه بدید ما از سمت خودمون نماینده بفرستیم. حالا جدا از این که اصلا شما چگونه میخواید از سمت ایرانی ها نماینده بفرستید، شما خودتون نماینده تمام افراد اپوزیسیون نیستی. مسئله دیگر این هست که این نامه‌ای رو که اینها میخوان تنظیم بکنن، خب این نامه باید یک متن دیپلماتیک داشته باشه. شما دارید برای وزیر خارجه یک دولت بزرگ این نامه رو ارسال میکنید. اولا متن نوشتاری این نامه باید بسیار مستدل بر اساس اون چارچوب دیپلماتیکی که تمام وزارت‌های خارجه با هم تبادل نامه نگاری میکنن باشه و بسیار هم مشخص باشه که چه میخواهید و چه نکته اشاره میکنید. خب این نامه نخستی رو که اینها چاپ کردن، شما میبینید حتی عنوان این کنفرانس رو درست درش ننوشتن. یعنی اگر شما به یک استاد روابط بین الملل، به یک استاد حقوق بین الملل این نامه رو ببرید ارائه بدید و بگید که اینو یک دانشجویی نوشته، آیا به این نمره قبولی میدی یا نمره رد میدی؟ اون استاد بلافاصله به شما این تمام نکات رو مطرح میکنه و یک خط قرمز میکشه، این نامه نمره ردی میگیره. خب این مسئله دوم که این رو هم پس این عملی نکرده. مسئله سوم این که تبلیغات شدید شروع کردن که ما میخوایم افراد رو ببریم در اونجا تظاهرات بکنن، بیاید 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 الان با ما تماس بگیرید، نمیدونم $200 بیشتر هزینه ندارید. آقای مونی در همین واشنگتن همین دو ماه پیش مگر در اونجا تظاهرات نشد؟ بیش از 700 خورده نفر ایرانی در اونجا مگر نرفت؟ رفتن ایرانی ها در اونجا و عکس تکون دادن یا فریاد زدن مسئله رو حل نمیکنه. برای اینکه این دوربین تلویزیون صدای امریکا، صدای فردا، رادیو دویچه وله آلمان و یا فرانس اینترنشنال، اینا وقتی میرن در اونجا این دوربین سرش به طرف شماهایی که اونجا میستید قرار نمیگیره.
این سرش به طرف همون چهار نفری که در اونجا از پیش هماهنگ شده باهاشون که بیاید در اونجا و شما با عنوان اپوزیسیون مطرح بشید، به سمت اونا قرار میگیره. و بنابراین اگر واقعا شما میخواهید این رو عمومی بکنید، به جای اینکه این هزینه ها رو از این افراد بخواید که از جیبشون بدن، خواهش میکردید هر کدوم از این افراد $50 پرداخت بکنن، یک مقاله و یا یک نامه بسیار استخوندار، همونجوری که آقای دکتر اینجوری فرمودن، اپوزیسیون اول از همه باید مستقل باشه، دوم از همه جوندار باشه، سوم تخصصی عمل کنه. این سخنانی که آقای دکتر اینجوری گفتن واقعا اینا باید از طلا بگیرن، این افرادی که مدعی اپوزیسیون بودن هستن، و در بالای سرشون قرار بدن که هر روز اینو ببینن و فراموش نکنن. این رو در روزنامه‌های بزرگ امریکا و اروپا منتشر بکنه، یعنی در واشنگتن پست، در نیویورک تایمز، برن صفحه اول رو خریداری بکنن، صفحه آخر رو خریداری بکنن و این نامه رو در اونجا چاپ بکنن. این نماد اپوزیسیون ایران خواهد بود. نه اینی که شما از مردم بخواید از جیب خودشون پرداخت بکنن برن در یک کشور مثل لهستان که پلیسش مشخصه چگونه رفتار میکنه. پلیس لهستان که پلیس نمیدونم آلمان و انگلستان نیست که. در لهستان شما اگه تحقیق بکنید میبینید گروه های ارسل و اوباش تا چه حد منطقه شهر ورشو رو در دست دارن. اینها با پرداخت کوچکترین پولی به عنوان مثال از سمت مجاهدین میان در اونجا و تمام این دوستان عزیز رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. پلیس هم میسته نگاه میکنه که امنیت جانی این افراد چگونه میخواد تامین بکنید. یعنی همون بازیایی که جوان‌ها رو تحریک می‌کردید می‌فرستادید برن تو خیابون، جریانات نمی‌دونم ترکمن صحرا و اهواز و اینا رو درست می‌کردید، بعدم که این جوان‌ها مثل گوشت قربونی چرخ می‌شدن از اونجا دست مردم می‌رفتن، بعد وقت می‌اومدید اینها رو از خون اینها سوء استفاده می‌کردید به اون که طرفداران ما رفتن اونجا و جانشون رو از دست دادن. یعنی ما اینقدر مهم هستیم. یعنی یه مقدار همونی که آقای دکتر ایجادی گفتن، شما باید احساس مسئولیت بکنید، احساس مسئولیت به رفتارتون، به کردارتون، به گفتارتون و به رفتاری که میخواید در برابر با سایر دول انجام بدید. یعنی شما یه مسئولیت ملی دارید به مردم، یه مسئولیت خارجی هم دارید. شما با این نامه‌ای که الان فرستادی، نه اینی که چهره اپوزیسیون مستقل ایران رو خدشه‌دار کردی به خاطر اون واقعا فقر نوشتاری در متن این نامه‌ای که وجود داره، بلکه حتی مسئله‌ای رو به وجود آوردید که حالا اگر اپوزیسیون مستقل یک نامه جوندار محکم دیپلماتیک هم بخواد بفرسته، اصلا دیگه مورد توجه قرار نمیگیره. شما یک بار دیر بکنی دیگه شما رو به عنوان یه آدم که سر وقت حاضر نمیشه میشناسن. شما یک بار یه عمل خلاف انجام بدید دیگه شما رو به عنوان انسان خلافکار میشناسن. این گونه نیست که حالا برین در اونجا بعد گروه بعدی بخواد در اونجا مطرح بکنی که نه اینا که اپوزیسیون اومده خودشون مطرح کردن اینا خوب نیستن، ما خوب هستیم. یعنی این دقیقاً همون مسئله رو به وجود میاره که آقای برایان هود حک باش مواجه شده. حتی در زمان آقای استیف بنن هم این مشکل وجود داشت. افرادی که از طرف آقای استیف بنن از کاخ سفید آمدن و شروع کردن به اطلاع جمع کردن اپوزیسیون ایران، این مشکل مواجه شدن که هر کدوم از این آقایونی که مدعی حزب بودن اپوزیسیون بودن دارن وقتی باهاشون صحبت میکنن میگوین سایرین بدن و من خوب هستم و من میتونم رفتار و کارهایی که شما بخواید براتون انجام بدم. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. یک نکته هم اینجا حتما باید واضح بگم که از اونجایی که آقای دکتر بهرام جلدی در بین سخنانشون به سردبیر روزنامه کیهان، سازمان مجاهدین و حزب مشروطه و حزب سکولارها اشاره کردن، این حق طبیعی همه اونهاست که چون اونجا حضور نداشتن اگر دوست داشتن تشریف بیارن اینجا نظراتشون رو بگن. اگر لازم باشه من آقای بهمن جلدی رو هم دعوت میکنم که این مسائل رو در اونجا روشن کنن که در واقع ما پشت سر کسی در اینجا حرف نزده باشیم. خب من با اجازه شما برمیگردم به جناب آقای نصرت واحدی. آقای واحدی عزیز، شما همه سخنان دوستان رو شنیدید. پیش از اون که نظر خودتون رو در ارتباط با اپوزیسیون بگید، من یک پرسش دیگه هم از شما دارم، با اون که این کنفرانس ورشو بلوک
غرب جهان رو، نه غرب جغرافیایی، غرب سیاسی رو در بر گرفته. حالا کشورهای شرقی هم توش هستن البته، اما چند تا قدرت و کشور دیگه هستن که مخالف این کنفرانس هستن، مثل چین، مثل روسیه، مثل ترکیه، مثل سوریه، مثل ونزوئلا، کوبا و یکی دو کشور دیگه و از جمله ایران. آیا این شکاف یک سویش پشت جمهوری اسلامی عملاً نیست و از لجبازی هم که شده این پشتیبانیش رو از اون جمهوری اسلامی تشدید نخواهد کرد؟ یعنی اون هم یک ضرری است برای مردم ایران، در کنار اینکه این کنفرانس ممکن است، ممکن است حتی برای سوء استفاده از مباحث سیاسی بحث حقوق بشر هم مطرح بکنه، بحثی که همیشه مطرح میکنن ولی یک ابزاری است برای گرفتن باج در واقع، تا واقعا پشتیبانی از مردم ایران و حقوق بشر در ایران. اگر فرصت داشتید به این پرسش منم پاسخ بدید و نظرتون رو درباره سوال اصلی این بخش که برمیگرده به کارکرد اپوزیسیون، ضعف‌هاش و قوت‌هاش بیان کنید. بفرمایید. دوستان عزیز، من خیلی باز میخوام صحبت بکنم خدمتتون و یکی از گرفتاری‌های ما این هست که بدون توجه به الزامات یک جامعه برای رسیدن به یک دموکراسی، یعنی دموکراسی را من مخصوصا میخوام ازش صحبت نکنم، بلکه میخوام صحبت کنم مردم باید خودشون سرنوشت خودشون رو به عهده بگیرن، مردم باید خودشون تعیین کننده زندگی خودشون باشن. ما ملت ایران اینا میخواد. اینجا یک گرفتاری 40 ساله یا 50 ساله ما داریم و این رو از کنارش نباید رد شد. دوستان عزیز، چند نکته رو میخوام عرض بکنم. این دلیل این نیست که من به کسی بخواهم توهین بکنم یا میخواهم یکیس رو گناهکار چیز بکنم، در واقع ارائه بدم، بلکه ما همه ایرانی هستیم و ما همه در این سرنوشتی که داریم به طور یکسان برابر با همدیگه مقصر هستیم. دوستان عزیز، شما که میایید اینجا صحبت میکنید از احزاب و شما که میدونید دموکراسی یعنی چی، آیا اصلا حزب میتونه بدون قانون اساسی در خارج کشور وجود داشته باشه؟ تا قانون اساسی وجود نداشته باشه که حزب نمیتونه به وجود بیاد. بنابراین ما خودمون مقصر هستیم، میاییم این لغت مفهوم دموکراسی رو پاره میکنیم ولی میخواهیم نشون بدیم ما دموکرات هستیم. شما دموکرات نیستیم. ببینید دوستان گرامی، یکی از گرفتاری های ما این هست. آقای دکتر ایجادی بسیار به درستی مسئله رو عنوان کردن. ما 1400 سال مسئولیت نمیشناسیم و این تقصیر هیچ کس نیست، این تقصیر روزگاره که ما فرهنگ خودمون رو به عرب فروختیم و در واقع بنده دیگران شدیم. مسئله دموکراسی، شما وقتی میایید صحبت میکنید از سکولاریزم، مگر در دموکراسی سکولاریزم نیست؟ سکولاریزم دموکراسی میگه من هیچ نژادی رو، هیچ مذهبی رو، هیچ رنگی رو نمیشناسم، فقط یک چیز رو میشناسم، اونم اسمش هست در واقع مردم. مردمم معلوم میکنم کی هستن، اونا شهروند اسمشون هست، اونا دارای خصوصیاتی هستن
ما اینا رو همه رو رها کردیم، فکر میکنیم ما همه شهروند هستیم. ما هیچ کدوم شهروند نیستیم. اگه شهروند بودیم که نمیرفتیم حکومت انتخاب بکنیم. اصلا دوران در تمام دوران 40 سال ایران اون چیزی که اصلا وجود نداشته انتخابات بوده. ببینید که ما همه چیز رو فقط از نظر مفهوم میکنی، نگاه میکنیم. من خودم مثل شما هستم، ولی توجه نمیکنیم مفاهیمی که اصلا درونشون محتوا نیست هیچ گونه ارزشی ندارن. بنابراین اولین قدمی رو که ما باید برداریم باید سعی بکنیم هممون راجع به خودمون، راجع به جامعهمون، راجع به اون چیزی که میخواهیم، راجع به اون چیزایی که میتوانیم بشینیم صحبت بکنیم. این کارا رو نمیکنیم. بنابراین مقصر ما هممون هست. دوستان عزیز، در این وضعیتی که شما ملاحظه میکنید حرکاتی وجود داره که شما ملاحظه میکنید، حرکاتی هم وجود داره که شما نمیتونید ببینینش. در اون حرکاتی که شما نمیبینید و اتفاقا شاید بنده هم در اشتغالت دارم، شما ملاحظه میکنید. همین کشور فرانسه که آقای دکتر ایجادی در اینجا حضور دارن، وقتی باش صحبت میکنیم راجع به منافع ملت ایران، وقتی صحبت میکنیم راجع به ملت ایران، چرا راجع به ملت ایران کسی صحبت نمیکنه؟ میگویند که ما ماهی 600 تا پژو در ایران میفروشیم. همین دولت آلمان میگوید ما 100 تا هواپیما میخواییم به ایران بفروشیم. دوستان عزیز، کشورهای خارجی برای ما دلشون نسوخته. کشورهای خارجی میخواهند منافع خودشون رو تأمین بکنن. ما هم منافعی داریم، ولی اونجایی که نتونیم با خارجی ها بشینیم راجع به منافع خودمون صحبت بکنیم و راجع به منافع اونها هم صحبت بکنیم و در این دو منافع بیایم تصمیم بگیریم که هر دو داد و ستد بکنیم، همیشه بازنده است. اون چیزی که اپوزیسیون اسمش هست اپوزیسیون نیست. اون چیزی که اپوزیسیون اصلا ما امروز چپ راست نداریم. امروز یه حتی دست دیروز اپوزیسیون و دولت هم نداریم. در تمام این کنفرانس هایی که شما می نشینید 15 نفر هستن، بعد وقتی میخوان یه کاری بکنن میگن رأی‌گیری بکن، رأی اکثریت. اصلا معنی رأی‌گیری رو ما نفهمیدیم. دوستان از این دموکراسی به رأی‌گیری و اکثریت اقلیتش ارتباطی نداره. ببینید اینا گرفتاری های ما هست. حالا برگردیم دوست عزیز جناب آقای مانی به مسئله که مطرح فرمودید. اولا این کنفرانسی که در وارشو تشکیل شد می شود به هیچ وجه به کشورهای عقب مانده به هیچ وجه نگاه نمی کنه. برای اینکه صورت مسئله برای اون یه چیز دیگه است، برای ما یه چیز دیگه است. برای دنیای مترقی صورت جلسه، صورت مسئله، مسئله دیگری هست. اونها میخواهند یارگیری بکنن برای اینکه دنیا رو تقسیم کنن. ما میخواهیم یارگیری بکنیم خودمون رو از این شر این حکومت نجات بدیم. ما دو تا هدف متفاوت با هم داریم. تنها بدبختی ما فقط دوران محمد رضا شاه نیست. ما 1400 سال عادتهای بیرویه رو آمدیم جزو تشخص خودمون کردیم. مثلا شخصیت نداریم. معذرت میخوام، نه میدونم از بلم ازتون معذرت خواستم. من به هیچ کس نمیخوام توهین بکنم، برای اینکه شخصیت داشتن به معنی این هست که من خودم رو بشناسم. کی خودش رو بشناسه؟ هممون گرفتاریم. به جای اینکه بیاییم دست به دست هم بدیم بگیم آقا فراموش، اصلا راجع به گذشته چرا ما صحبت میکنیم؟ ما باید راجع به آینده صحبت بکنیم. کشورهای مترقی اونایی هستن که راجع به آینده صحبت میکنن.
آینده ما در این کنفرانس ورشا نیست. درسته که یه عده زیادی از سلطنت طلبا در اون کنفرانس شرکت خواهند کرد، یه عده هم از جمهوری خواهان شرکت خواهند کرد، ولی اونها چیزی گیرشون نخواهد آمد. ما ایرانی ها باید خودمون به فکر خودمون باشیم. بنده چندین بار حضورتون عرض کردم تنها راهی که ملت ایران رو میتونه نجات بده به وجود آمدن یه الیت. و هر کاری هم بنده تابال کردم نتونستم این کارو بکنم. یه الیت، یه مردانی مثل همین دوستانی که الان اینجا نشستن، مثل جناب عالی، مثل ایشون، دیگران، آقای دکتر، یه عده‌ای که خارج از هر گونه ایدئولوژی به خاطر آینده ملت ایران. تازه دوست عزیز، ملت معنیش با قانون 20 فرق کرده. ملت این نیست که ما راجع به صحبت میکنیم، قانون اساسی این نیست که ما راجع به صحبت میکنیم. چرا نمیخوایم بشینیم با هم دور هم جمع بشیم، یه عده‌ای که سرشون به تنشون میارزه راجع به این مسائل صحبت بکنن، روی کاغذ بیارن، تصمیم گرفته بشه که ملت ایران بایستی که به هر حال به آینده خودش امیدوار باشه. آقای واحدی، شما ششم ما پیش بر آن بودید که این گروه الیت رو 200 تا 300 تا رو جمع بکنید یک هفته در یک جایی باشن و به همین مسائل مهمی که الان دارید اشاره میکنید بپردازن و نتایج تحقیقاتشون و همفکریهاشون رو در اختیار مردم بگذارن. چرا نشد؟ یا داره میشه؟ من خبر ندارم. میخوام برگردم به همون اصل سخن شما که ما گویا درک حضور دیگری رو نداریم، یعنی فکر میکنیم که جهان تنها من است، من تمام جهانم، مرکز جهانم. از مولا نصرالدین پرسیدن که در کجا قرار گرفتی؟ گفت در مرکز جهان. اگر قبول ندارید بیاید متر کنید. و هر یک از تکه پاره ها یا جزایر پراکنده ای که آقای جلدی اشاره کردند فکر میکنن که تمامی جهانم. شما اقدام کردید، نمیدونم واقعا به کجا رسید. بعد نیست اگر داشته باشید تجربتون رو برای این کاری که روش ششم ما وقت گذاشتید، چند بارم با من تماس گرفتید، با هم مشورت کردیم، رو همین الان بگید دیگه، بهتر از اینجا کجا میشه گفت؟ دوست عزیز، من به هر کجا انگشت گذاشتم، دقل باب کردم، همه گفتن فلانی اگه بیاد منم میام. مسئله تبدیل میشه مسائل فردی، مسئله تبدیل میشه مسائل ایدئولوژی. چرا چپ نبا؟ اصلا چپی وجود نداره. شما در این انتخابات اروپا نگاه بکنه، چپ ها کمترین رأی ها میارن. اونهایی که خارج از در واقع میانه هستن نقشی در جامعه ندارن. مسئله عوض شده، قربون شما برم، مسئله تبدیل شده به این که الان بنده چندین بار در نوشته هم آوردم ما دارای یک جامعه علمی شدیم. جامعه علمی هم به این معنی نیست که همه کتاب زیر بغلشون گذاشتن. میخوام یه مثال جناب آقای مانی خدمتتون عرض کنم، ببینید چقدر پیش پا افتاده هست. شما همتون یک دستگاه بسیار کوچکی رو میخرید، شاید 9 اورو 10 اورو، برای اینکه موهای دماغتون رو بچینید، با یه باتری هم کار میکنید. این دستگاه کوچیک رو باز کنید، نگاه بکنه ببینید تو چیه. من شرم میکنم بگویم با این همه دانشمند و مهندسی که داریم چطور یه ایرانی یه همچین دستگاهی رو نساخته. در ما تربیت و سوسیالیزیشن چنان بوده، تقصیرش کسر نیست، تقصیر این روزگار، چنان صورت گرفته که در هر یک از ما خلاق قوه خلاقیت رو کشتن. حالا من ده هر چه میام خدمتون عرض میکنم آقایون دوستان عزیز،
بیایم دوره هم جمع بشیم، سعی کنیم دو مرتبه خلاقیت درست کنیم. خلاقیت نه به پادشاهی مربوطه، خلاقیت نه به جمهوری مربوطه. شما جناب آقای مانی، خواهش میکنم از این آقایونی که طرفدار جمهوری هستن دعوت بفرمایید در این رادیو مانی بیان صحبت بکنن، بگن جمهوریت یعنی چی. ببینید اینو کسی اگه کسی نمیدونه چطور صحبت از جمهوری میکنه. ما اصلا پادشاهی نمیخوایم، ما جمهوری نمیخوایم، ما میخوایم ملت خود صاحب خانه خودش باشه. اینا مردم میفهمن. ولی مادام که شما بیایید بگید سکولاریزاسیون، مادام که بیایید بفرمایید عرض کنم جمهوری خواهی، اینو نمیفهمه. اون میگوید من کار میخوام، من زندگی میخوام. شما اینها رو باید صحبت بکنید. داخل ایران دوست عزیز، بنده هر روز با داخل ایران در تماس هستم، چنان شورشی در حال تحول که سنگ روی سنگ بند نمیشه و ما اینجا صحبت از کنفرانس ورشو میکنیم. به جای اینکه بیایم از همین رادیو هر روز بگوییم ملت ایران شما چه کارهایی باید بکنید، دوران امروز دوران سرعت عمله. ما باید به این ایرانیایی که داخل در ایران تا خیابون میرن بگوییم سرعت داشته باشید، از هر روز محلتون عوض بکنید. در یه شهر که تکون میخورید بلافاصله محل تظاهرات به سرعت عوض کنید. ملت باید تصمیم بگیره، من و شما که نمیتونیم، ولی ما میتونیم به اونا بگیم چه کارهایی بهتر میتونه صورت بگیره. ما نمیتونیم ایران رو تغییر بدیم، اونا باید تغییر بدن. ولی این حق ما هست که در هر حال به اونا کمک بکنیم، ولی این کمک رو نمی کنیم. نکستیم بریم ورشو. ببینید دوستان عزیز، این گرفتاری بنده جناب آقای مانی، خدمتون باز هم خواهم تلفن خواهم کرد. حتی اگر 15 نفر 20 نفر دور هم جمع بشین که میتونیم جمع بشین، باید این کار رو به سرعت انجام بدیم. که من با تماسایی که با کشورهای خارجی دارم میدونن، میگوین شما کجایین. این کجایین اینا نیستن که میرن تو خیابون در واشنگتن. کجایین میگوین این مهندسین، این دکترا، اینایی که کله دارن، اونایی که مغز دارن، اونایی که ایده دارن. ایده امروز مهمه، اونا کجان. ما نمیتونیم به همین در پاریس اگه بریم 50 نفر دانشمند در کاخ ورسای جمع بشیم و من میتونم این کار رو بکنم، اون وقت ببینید چه عظمتی این تحرک به وجود میاره. این رو من تنهایی نمیتونم، همه باید کمک کنن. بنده پیرمرد حق دارم حرف بزنم، برای اینکه جوانها لااقل از ما پیرمرده باید یاد بگیرن، نه بلکس. ولی امروز بلکس شده، امروز جوانا میخوان به ما یاد بدن. بله، نمیدونم چی رو باید بگم. شما سپاسگزارم. این رشته سر دراز دارد، ما حتما در این زمینه با هم صحبت میکنیم. آقای جلدی دستونو بلند کردن حرفی بزنن. به آقای ایجادی هم این فرصت رو بدیم که دوستان که 2 دقیقه اگر نظر تکمیلی دارن بگن، که حجم این برنامه از حوصله بینندگان خارج نشه، اما ما ادامه خواهیم داد این نشست رو. بفرمایید آقای جلدی. دوست عزیزم جناب آقای مانی، این سفری که شما الان میبینید قسمتی از همون threat assessmentی هست که سازمان امنیت امریکا برای دولت امریکا تهیه کرده. بخشی هست مربوط به ایران. من فقط همین قسمتش رو میخونم که شما تاکید میکنه بر همین صحبتی که الان آقای دکتر واحدی کرده. جمهوری خواه، پادشاهی خواه، چپ، راست، اینا اصلا مفهوم نداره. الان در یک سیستم بلند مرتبه‌ای مثل سازمان‌های در این رتبه برای دولت امریکا، تنها چیزی که طبقه بندی میکنن میگن سنتریست یعنی میانه، همینی که آقای دکتر واحدی گفتن، و هارد لاینر تندرو. این تندرو میتونه هم جمهوری باشه، هم چپ باشه، هم راست باشه، همه چی باشه. اینها به دنبال سنتریست هستن. و بعد ببینید اینجا چه میگه. میگه ایرانیان سنتریست و هارد لاینرز increasingly will clash. یعنی این سیاست مداره میانه رو و تندرو در ایران خیلی سریع اینا دارن با هم دوچار درگیری میشن. بعد یه قسمت پایین‌تر میگه اون کلید اصلی برای ما اینه که ببینیم این تغییرات در ایران اون تغییر رفتار رو
در ارتباط با US interest تأمین بکنه، یعنی منافع امریکا. و بعد دقیقا این بولت پوینت اولی که اونجا میاد، در اونجا وقت این مطرح میکنه، میگه centrist led by President حسن روحانی، یعنی میانه روها رهبری دارن میشن یا اداره میشن by President حسن روحانی. حالا شما هی برید بگید من جمهور خواهم، من چپم، من راستم، از دید دولت های خارجی به دنبال افراد میانه رو هستن و الان برای اونا شخصی که به عنوان میانه رو شناخته شده و رهبری میکنه حسن روحانی. شما باید بیاید خودتون رو به عنوان میانه رو معرفی بکنید، اپوزیسیون باید خودش رو میانه رو معرفی بکنه. این اپوزیسیونی که اینها الان میگن ما اپوزیسیونیم، اینا همه از دید کارشناسان روابط خارجی که در این تیم تنک ها دارن کار میکنن به عنوان تندرو شناخته میشن، به عنوان هاردلاینر شناخته میشن. من فقط میخواستم تاکید بکنم این نکته گرانبهایی که آقای دکتر واحدی داشته شد. سپاسگزارم. آقای جدی شما سخنی دارید؟ اگر هست ندارید؟ بسیار خوب. خب بینندگان گرامی، ما همینجا این میزگرد رو به پایان میبریم، اما این سخنان پایان نیافته، پایان نمییابد. زندگی هست و تا زمانی که زندگی در جریان اندیشه هم از درونش زاده میشه و در جریان هست، ما در برنامه‌های آینده باز هم راجع به اساسی ترین و بنیادی ترین مسائل ایران برنامه خواهیم داشت، از جمله در چهارشنبه آینده درباره یک نکته بسیار بسیار مهم میخواییم حرف بزنیم و اون این که آیا مدعیان رهبری سیاسی، از آقای شاهزاده رضا پهلوی بگیرید تا خانم مریم رجوی تا همه دوستان دیگری که در هر جای این جنبش هستن و میخوان برن رهبری رو بگیرن، تکلیفشون، تکلیف شخصی خودشون حتی با دین اسلام در چیست؟ اگر شما میگویید که این حکومت دینی، حکومت مذهبی باعث ویرانی ایران شده، شخص خود شما الان متدین هستی و این تدینتون رو میخواید بعداً به طور ضمنی در سیاستاتون داخل کنید، اصلا تکلیف شما با بیدینان که رو به افزایش هستن در ایران چیست؟ با اینا بخواید چگونه برخورد بکنید؟ و مسائلی از این قبیل که برمیگرده به مشخصات شخصیت‌های مدعی رهبری در ایران. و بعد البته ادامه خواهیم داد. از شما دوستان به ویژه از آقای واحدی، آقای ایجادی و آقای جلدی هم دعوت میکنم در نشست بعدی اون در همین رابطه بیان نظرشون رو بگن. خب منم خیلی حرف زدم، ببخشید. به شما روز خوش و شب خوش میگویم، آرزو دارم براتون. تا برنامه دیگر، بدرود.